تنهایی میشه چی؟ میشه عدد طبیعی دیگه. اگر محاسبه کنیم اشتراک اوی های تا بی نهایت کامپلیمنتش میشه چی؟ میشه عدد طبیعی. عدد طبیعی هم چی؟ البته گفتم اینجور نبست این کار انجام بدیم، من مجدد بنویسم. تو مثالی که الان گفتیم حالت خاص اون گریزی که من زدم اینه، منظورم x رو بگیریم z، بعد x رو تعریف کنیم z منهای 1، حالا او 1 گذاشتیم اونجا، او 2 رو تعریف کنیم z منهای 2، او 3 رو تعریف، او m رو تعریف کنیم z منهای n. اونجا من یه اشتباهی کردم، رفتم رو تفاوت متمم، این باید متناهی باشد که اونجا انجام بدیم تا الاخر. حالا اشتراک او آی ها، آی از یک تا بی نهایت می شود Z منهای اعداد طبیعی. خب کم میشه چی؟ میشه Z های منفی، اجتماعش با صفر، این میشه دیگه اعداد منفی اجتماعش با صفر. مثلا کامپلیمنت که میگیم او آی کامپلیمنت آی از یک تا بی نهایت، این میشه چی؟ متناهی اعداد طبیعی میشه دیگه. قرار بود متناهی باشد، چون متناهی نیست، متناهی نیست، پس اشتراک اوهای ها متعلق به تاو نیست، آیا از یک تا. پس برای این توپولوژی لزومن نسبت به اشتراک دلخواه بسته نخواهد شد. این نکته کشه. اما یک نکته جالبی توی زیر مجموعه های توپولوژی، فضای توپولوژی وجود داره به نام مجموعه جی دلتا ها و اف سیگما ها. این خیلی مهمه که بعدا هم توی در واقع ساختارهای نظری اندازه خیلی مورد استفاده قرار میده. ببینیم تعریف جی دلتا ها و اف سیگما ها. اف سیگما بشه نکنید زیر مجموعه، زیر مجموعه اف از x را یک f سیگما گویند. هرگاه f باشد اشتراک ci ها i از یک تا بی نهایت که ci بسته است، اشتراک شمارا، اشتراک شمارا از مجموعه های بسته، اشتراک شمارای مجموعه بسته رو میگن اف سیگما. اف سیگما ست مجموعه اف سیگما و جی دلتا ست دیگه باید مشخص باشه واسهتون اجتماع مجموعه های چی؟ این بلک شد بکنم میشه جی او یا جی مساوی با اشتراک او آی ها آی از یک تا بی نهایت، این میشه اجتماع سی آی ها آی از یک. پس اجتماع شمارش پذیر از مجموعه های، اجتماع شمارش پذیر مجموعه بسته رو بهش میگن اف سیگما و اشتراک شمارا از مجموعه های باز. یادیم هست که مجموعه های بسته هر اشتراکش مجموعه بسته بسته است و هر اجتماعی مجموعه باز بازه، اما اشتراک مجموعه های باز لزوما باز نبود. مثالی که الان زدیم توی فضای توپولوژی یه مجموعه اشتراک شمارایی از مجموعه های باز لزوما باز نبود. بنابراین به همین صورت اجتماع شمارش پذیر از مجموعه بسته هم بسته نیست، اما اجتماع مجموعه های بسته رو اگه مجموعه شد اجتماع شمارش پذیر از مجموعه بسته بهش میگن اف سیگما و اشتراک شماره از مجموعه باز رو میگن چی؟ میگن جی دلتا، که خیلی مهمه. یه رابطه دوگانی بین اون وجود داره که هر اف سیگمای دوگانش میشه جی دلتا، هر جی دلتای دوگانش میشه چی؟ اف سیگما. پس اف سیگما ها دوگانه یا متمم جی دلتا ها هستن و بالعکس. یعنی چی؟ یعنی اگر F یک F سیگما مجموعه باشد آنگاه F کامپلیمنت یک G دلتا مجموعه است. بالعکس اگر O یک مثلا یا A یک G دلتا مجموعه باشه، A کامپلیمنت چی؟ F سیگما و بالعکس.
خیلی هم رابطه های مهم داره. بیدیم مثلا مثال بزنیم از این رو باز توی آر. بذاری من تو فضای میتی که اقل رفتم من راجع بهش مثال واضح تر دارم. پس ما اومدیم فضای توپولوژی رو گفتیم، مجموعه های باز، مجموعه های بسته، نقطه درونی، درون مجموعه، متمم، نقطه حدی، مجموع نقاط حدی، بستار یک مجموعه، چند تا مثال از فضاهای توپولوژی زدیم، توپولوژی هاستورف رو گفتیم و در نهایت مثالی زدیم از فضای توپولوژی که نسبت به اشتراک دلخواه در واقع بسته نبود، مجموعه باز، اشتراک دلخواه بازها باز نیست. و بعد از این اومدیم گفتیم تو حالت شمارش پذیر اجتماع شمارش پذیر بازها رو بگیم اف سیگما، اشتراک شمارش پذیر جی دلتا، چه بازها رو بگیم چی؟ جی دلتا، که خیلی مبحث مهمی است که بحثای مشخص. اما یه مثال در واقع واضح از فضاهای توپولوژی میشه در واقع نظریه فضاهای متریک. در نظریه فضاهای متریک که خود به خود دید تعمیم مستقلی از اعداد حقیقی هست، ولی در نهایت ختم میشه به فضاهای توپولوژیک، یعنی حالت خاص فضای توپولوژیک میشه. اما این نظریه چیه؟ شما اعداد حقیقی رو به یک در واقع تابعی متصل میکنید که فاصله است، در واقع تابع قدر مدت. پس یک تابعی قدر مدت وجود داره که این تابع میتونه در واقع از آر ضرب در آر در واقع به توی صفر و بی‌نهایت بره. چیکار کنه؟ این تابع میتونه در واقع اسمش هم واسه میتونیم دی، این دی میتونه هر دو نقطه رو ایکس و ایگرگ ببره به قدر مدت ایکس نهای وای. ببین میگیم تابع فاصله، تابع فاصله. خب فاصله رو خب ما در حالت فیزیکی با متر اندازه‌گیری میکنیم، درسته؟ به این دیامتر هم میگن در واقع. حالا اگر یه مجموعه دلخواه ناتوئی داشته باشه، فیکس ناتوئی باشه، مجموعه